داروخانه ولنس در قلب لانزل با انواع محصولات و خدمات دارویی در خدمت فارسی زبانان عزیز نورث ونکوور. مشاوره دارویی، ساخت داروهای ترکیبی، تحویل دارو در منزل یا محل کار. شماره 1133 لانزل اونیو. پگا هستم، مدیر داروخانه ولنس فارمسی در نورث ونکوور. ولنس با بیش از 10 شعبه در ونکوور بزرگ. شرکت حسابداری PBS با مدیریت رضا و نازنین هوشمند. خدمات حسابرسی و امور مالیاتی، تنظیم صورت‌های مالی و تهیه طرح‌های تجاری با 20 سال سابقه در ونکوور و 3 شعبه فعال در نورث شور، برنابی و ترای سیتی. تلفن 604-990-6668. دفتر حقوقی فرامرزی با مدیریت حسین فرامرزی در خدمت جامعه فارسی زبان کانادا. اولین وکیل کانادایی، عضو کلوپ افتخاری وکلای تراز اول. اولین وکیل فارسی زبان کانادا، عضو کلوپ وکلای میلیون دلاری. پیروزی در یکی از طولانی ترین پرونده های حقوقی بریتیش کولومبیا. تلفن 604-915-9446. سال که نو میشه، علاوه بر خونه تکونی هایی که انجام میدیم تو خونه هامون، برنامه های خیلی جدیدی برای خودمون میذاریم، از جمله این که ورزش بیشتری بکنیم، به سلامتیمون بیشتر برسیم و چی کار بکنیم که آرامش بیشتری داشته باشیم. مهمون عزیز بعدی ما خانم الهام هاشمی هستن و ایشون استاد تایچی به زبان فارسی هستن در ونکوور که برای اولین بار اجرا میشه. من ضمن خوش آمدگویی به شما و تبریک سال نو ازتون خواهش میکنم که یه مقدار در مورد این برما توضیح بدین. قبل از اونم خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین و مهمان برنامه ما شدین. بفرمایید، خواهش میکنم. با سلام خدمت شما و تبریک سال نو به هموطنام هر جای دنیا که هستن و به شما. امیدوارم سال خیلی خوبی داشته باشین. من الهام هاشمی نقاش هستم، ایران کار دکوراسیون میکردم. در کنار کار دکوراسیون سالها تمرینات تایچی رو انجام دادم تا موفق شدم دان دو رو اونجا بگیرم. موقعی که میامدم برای مهاجرت، یادمه که استادم یه دست لباس تایچی بر من هدیه آورد و خیلی به شکل نمادینی به من گفتش که تو باید درس بدی تایچی رو. و اصلا اون موقع فکر نمیکردم که این راه باز بشه به این شکل. و الان چند ماهه که تو ونکوور شروع کردم به معرفی تایچی توی مراکز مختلف و تو کامیونیتی های مختلف شروع شده الان کلاس ها. امیدوارم ادامه پیدا بکنه و ما بتونیم برای کامیونیتی ایرانی یک فعالیت خوب، یک گام بلند برداریم، چون تو ایران تایچی بسیار رسمی و خیلی جدیه و امیدوارم که اینجا هم به همون شکل ادامه پیدا کنه. خانم هاشمی، میشه لطفاً در مورد خود تایچی اصلا برای ما توضیح بدید که چی هست؟ بله. یه مقدار از تاریخش بگید. بله. تایچی رو من خودم اولین بار که راجبش شنیدم، سالها پیش تو ایران میگفتن سیدیاش رو شما میتونین بگیرین توی خونه تمرین کنین، یک ورزش جادویی خیلی خوب آمده برای سلامتی. بعد یادم دخترم رو 12 سال پیش وقتی بردم ثبت نام کنم برای کاراته توی یک مرکز ورزشی زیتون توی شهرک غرب، برای اولین بار دیدم تایچی رو از نزدیک. خانم فریبا عشرت آبادی که استاد خود من بودن داشتن تمرین میکنن با شاگرداشون و اینقدر من مجذوب به حرکات تایچی شدم که اصلا احساس کردم که منم، ورزش منه و چقدر با روحیات من سازگاره و همون روز ثبت نام کردم تایچی رو. درست زمانی بودش که من به فاصله کوتاهی دوتا عزیز رو از دست داده بودم توی زندگیم، خواهرم و مادرم، و فشار دپرشن سنگین بود برام و تایچی برای من یک دنیایی رو باز کرد وقتی که شروع کردم با 2 روز در هفته، شنبه ها و چهارشنبه ها. دقیقا یادمه وقتی که تایچی میکردم شنبه تا چهارشنبه حالم خوب بود، باز از چهارشنبه که تایچی میکردم تا شنبه حالم خوب میشد و این
انرژی رو تو بدنم حرکت و گردشش رو بعد از 2 ماه از شروع تمرینات حس کردم. و من که خب ورزشکار نبودم و اصلا ورزش نکرده بودم، 12 سال پیاپی ادامه دادم تا ایچی رو و تا گرفتن دان 2 که خیلی رسمی و جدی تو ایران تمرین میشه تا ایچی. و خوشحالم که موفق شدم که مربیگری و دان رو بگیرم که الان بتونم خدمت بکنم به مردم و اون هدیه‌ای که به خودم داد تا ایچی بتونم به دیگران بدم. در مورد نحوه اینکه مردم ثبت نام کنن، بپیوندن به کار شما، اینها یه مقدار توضیح بدید برای بینندگان. من اینجا کارم رو با جی وی کانسلینگ شروع کردم با خانم پوراقبال و خانم شیرچیان. رفتم اونجا برای که تیپ شناسی شخصیتی رو درس بدم با کهن‌الگوهای یونگ رو که برای اونام دوره‌هاش رو گذروندم تو ایران. بعد راه تایچی به یه شکلی باز شد، اونام شروع کردن به معرفی کردن تایچی تو فضای روانشناسی به خاطر ارتباطش با روح و روان و تاثیرات خوبی که رو روح و روان داره. و بعد دیگه شانس من این بود که خانم انصاری رو توی یکی از برنامه‌ها و جلسات اونا دیدم و ایشون تصمیم داشتن که برای کامیونیتی ایرانی، برای سلامتی کامیونیتی ایرانی قدمی بردارن و به من پیشنهاد دادن که برای تایچی باشون کار بکنم. ما شروع کردیم، الان تایچی رو تبلیغم کردیم، من جاهای مختلف دارم معرفیش میکنم و در وست اند و در مدرسه کینگ جورج و در خیابون در نورت ونکوور در خیابون پمبرتون با پرا کالج قراره که اینها ادامه پیدا بکنه. تبلیغات هم شده. من دعوت میکنم هموطنامون رو که بیان و ما بتونیم گروه های خوب تایچی رو درست بکنیم، فرم های اولیه رو یاد بگیریم و بعد بریم فرم های گروهی رو توی پارک ها اجرا بکنیم و از طبیعت ونکوور استفاده کنیم. ممنونم ازت. خانم هاشمی، شما توی تبلیغتون گفتین که تایچی یه جور ورزش نرم و درونی هستش. چون معمولا اسمو که میشنون خیلی ها فکر میکنن یه نوع ورزش رزمیه، در صورتی که من میدونم یه سری حرکات آهسته است که شما انجام میدین. اینو اگر برای بینندگان ما توضیح بدین خیلی ازتون ممنون میشم. تایچی معنیش نهایت برتر هست و در واقع سیستمی هستش برای به گردش در آوردن انرژی چی در بدن. انرژی چی همون نیروی حیاتی هستش که ما باهاش به دنیا میایم، همون چیزی که چینیا بهش میگن جینگ و ما بهش میگیم بنیه. بعضی از بچه ها با بنیه خوبی متولد میشن، در واقع جینگ بالاتری دارن، بعضی ها سسترن، انرژی کمتری دارن، جینگ پایین تری دارن. ورزش تایچی طراحی شده برای حرکت انرژی چی در بدن، به خاطر اینکه در حالت عادی ممکنه ما انسداد این انرژی رو در بدن داشته باشیم به خاطر ناراحتی‌های روحی و ناراحتی‌های جسمی و این حرکات که در واقع یک راهب تائوئیست اولین بار اونا رو طراحی کرد 1000 سال بعد از میلاد و در چین بر اساس یک فلسفه بسیار عمیق از شناخت انسان طراحی کردش این حرکت‌ها رو، با الهام از طبیعت طراحی شده و تمام حرکت ها در واقع برای اینه که ما با طبیعت منطبق بشیم، ما با طبیعت هماهنگ بشیم و این حرکت های زیبا رو انجام بدیم. این راهب تائویی اولین بار نبرد یک مبارزه یک مار و یک دورنا رو با دقت تعقیب کرد، حرکات رو با دقت نگاه کرد، بعد این حرکات رو روی بدن انسان طراحی کرد و تمام حرکات الهام گرفته شده از طبیعت هست و برای گردش انرژی چی در بدن. من راجع به انرژی چی بعدن یک توضیح کوتاه میدم، یادم باشه که بگم انرژی چی چیه. فقط دستگاه انرژی بدن رو اگه بتونم یک کوتاه راجع بهش توضیح بدم که از چاکراها و میریدین‌ها درست شده و این انرژی حیاتی رو که در بدن ما هم هست ذخیرش در مرکز به اسم دانتین، ما باید حرکتش بدیم، نه تنها انرژی درون بدن رو، انرژی بیرون رو، انرژی کائنات رو هم باید بتونیم جذب کنیم. منتها وقتی این اتفاق میفته که چاکراها در تعادل و بالانس باشن، میریدین ها و نادی ها باز باشن، بعد ما بتونیم این انرژی رو جذبش بکنیم. پس در واقع تایچی هنر نرم و درونی جذب انرژی چی در بدن ماست. درسته. ممنون از توضیحتون. یه چیزی که برای من تو کلاس جالب بود، شما حتما خانم ها و آقایون رو با هم دعوت میکنیم، یعنی چون خیلی ها فکر میکنن خب این ورزش ممکنه فقط خانم ها باشن و میدونم که شما آقایون هم تشویق میکردین که بیان. در مورد اینم توضیح میدین که چرا این کار رو میکنین؟
به خاطر که فلسفه که تایچی در واقع بر اساس اون استوار شده یک فلسفه بسیار مهمی هست که ووچی تبدیل میشه به یین و یانگ در کائنات. داستان به این شکل هستش که ما اعتقاد داریم یا فلسفه تائو اعتقاد دارن که در ابتدا آن بینام یا خدا یا هر نیرویی که میخواین اسمش رو بذارین یک بود و اون یک در حالت سکون به سر میبرد و اون یک تبدیل به دو شد و ین و یانگ به وجود آمد. ین و یانگ یعنی نماد دوگانگی ها در کل هستی، زن، مرد، شب، روز، سردی، گرمی، تاریکی، روشنی. و برای همین من اعتقاد دارم که حتما خوبه که مردم تو کلاس ما باشن، چون ما داریم راجع به بالانس حرف میزنیم و میخوایم که همه چیز رو در بالانس بتونیم نگه داریم. حضور مردا برای کلاس های ما لازمه، تعادل انرژی توی کلاس بهتر میشه وقتی که تعداد خانم ها و آقایون مساوی باشه تو کلاس های ما، به خصوص که خب اینجا میتونیم کلاس های مختلط رو ما داشته باشیم. بعد چیزی که میخواستم بگم اینه که این تأثیراتی که روی بدن داره رو اگه بخوام من براتون توضیح بدم، تأثیرات سلامتی باز بر اساس همون فلسفه میتونم راجبش صحبت بکنم که ببینیم چه تأثیراتی حالا روی بدن داره بعد شناخت تایچی. حتما من فکر میکنم اینقدر مطالب شما جالب هست که ما باید اصلا یک برنامه رو کامل اختصاص بدیم برای این توضیحات. ما امروز بیشتر به خاطر برنامه نوروزی اول مقدمه اومدیم که شما رو معرفی بکنیم به کامیونیتی ایرانی و واقعا باید از شما ما استفاده بکنیم از این کلاس ها. من خودم بودم میدونم که چقدر جالب هستش. اگر مطلبی هست شما یا من بفرمایید. امیدوارم که هم نوروز به همه‌هایان شما مبارک بشه و شما این مقدمه ای رو شروع بکنید برای به قول من شروع مجدد سال جدید با رزولوشن های جدید با تصمیمات جدید. بله. و من قول میدم که توی برنامه کامل از حضور خانم هاشمی استفاده بکنم و بیایم با جزئیات بیشتر در مورد تایچی صحبت بکنیم. خیلی ممنون از لطفتون خانم هاشمی. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. شرکت حسابداری PBS با مدیریت رضا و نازنین هوشمند، خدمات حسابرسی و امور مالیاتی، تنظیم صورت‌های مالی و تهیه طرح‌های تجاری با 20 سال سابقه در ونکوور و 3 شعبه فعال در نورث شور، برنابی و ترای سیتی. تلفن 604-990-6668. دفتر حقوقی فرامرزی با مدیریت حسین فرامرزی در خدمت جامعه فارسی زبان کانادا، اولین وکیل کانادایی عضو کلوپ افتخاری وکلای تراز اول، اولین وکیل فارسی زبان کانادا عضو کلوپ وکلای میلیون دلاری، پیروزی در یکی از طولانی ترین پرونده های حقوقی بریتیش کلمبیا. تلفن 604-915-9446. داروخانه ویلنس در قلب لانزل با انواع محصولات و خدمات دارویی در خدمت فارسی زبانان عزیز نورث ونکوور. مشاوره دارویی، ساخت داروهای ترکیبی، تحویل دارو در منزل یا محل کار. شماره 1133 لانزل اونیو. پگاه هستم، مدیر داروخانه ویلنس فارمسی در نورث ونکوور. ویلنس با بیش از 10 شعبه در ونکوور بزرگ.
پیمان روحنده هستم، یکی از نوازندگان ستار گروه دیبا. محتوای برنامه اخیر ما که درباره عارف قزوینی و آثار ایشون بود، در واقع برمیگرده به متنی که جناب آقای فرید خردمند از زندگی عارف قزوینی تهیه کرده بودند، که در واقع روایتی بود از زندگی و آثار عارف قزوینی. بر مبنای اون متن ما یک سری تصانیفی داشتیم که باید روشون کار میکردیم و تصمیم بر این شد که تنظیماتی بروزتر و به نوعی میتونم بگم ستاری تر، چون مرتبط بود با سازبندی گروه انجام شد که بخش عمده تنظیمات به عهده بنده و دوست عزیزم آقای حسینی میمنی بود و در واقع بر اساس اینکه یک گروه ستارنوازی هستیم سعی کردیم با یک رنگامیزی صوتی جدید که متشکل بود از دو تا ستار و یک ستار بم و با اضافه کردن بخشی از سازهای کششی که سعی کردیم سازهایی باشن که بیشتر بمخون هستن مثل قیچک آلتو، یک رنگامیزی جدیدتری و یک صدای جدیدتری تولید بکنیم. سیدی هستم، 27 سالمه، نوازنده تنبک و هدف گروه موسیقی دیبا. گروه موسیقی دیبا از اینجا شکل گرفت که من و پیمان و انوشیروان مشغول ساز زدن بودیم و نیاز رو احساس کردیم که دوست داریم یک گروه بزرگتر داشته باشیم و به همین جهت از این طریق با یک از دوستان عزیزم که در دوران دانشجویی در یو بی سی بودیم، عارف بلندنظر، آشنا شدیم که آواز می‌خوندن و از همین طریق با حسین میمنی که ایشون هم در واقع ستار می‌نواختن آشنا شدیم و گره هم اومدیم و تمرینات مختلفی می‌کردیم و مشغول نواختن قطعاتی شدیم و در آخر به کنسرت اولمون عارف قزوینی رسید. تا بند به من این آتش هستم، نوازنده ستار گروه دیبا. من از پارسال به گروه ملحق شدم و همیشه دغدغه اینو داشتم که هنرم هنر پیام محور باشه، حالا موسیقی یا هر چیز دیگه میخواد باشه، و وقتی که ملحق شدم به گروه دیبا، خوشبختانه بچهای دیگه هم همین ذهنیت رو داشتم و تصمیم گرفتیم که به سمتی حرکت کنیم که موسیقیمون حاوی یک پیامی باشه، حاوی یک اندیشه‌ای باشه همیشه، و از این رو تصمیم گرفتیم که اولین اجرای گروه رو اختصاص بدیم به عارف قزوینی که از اولین هنرمندان یا بشه گفت که موسیقی دانان ایرانی هست که هنرش همیشه حاوی پیام بوده، همیشه از هنرش استفاده کرده که وضعیت جامعه خودش رو بازتاب بده. انوشیروان قدیمی هستم، مدت‌های زیاده در ونکوور فعالیت هنری می‌کنم، توی گروه دیبا ستار بیس می‌زنم،
نکته به خصوصی که راجع به گروه دیبا میتونم بگم این که جنس صدای گروه خیلی حالت خاصی داره. تشکیل شده از 3 ستار که یکیش بیس هست، 2 ستار لید هست که حسین و پیمان میزنن، تنبک هست که محمد میزنه، عارف هم هست که صدای خیلی زیبایی برای اجرای تصنیف های قدیمی رو داره به اصطلاح. 2 ساز کششی هم داشتیم که مهمان ما بودن، از تورنتو خانم سودابه بدی اومدن که قیچک آلتو میزدن و دوست خودمونم اینجا آقای سینا اتحاد که کمونچه زدن برامون. در سایه این شاخه هرگز گل نرونده، در سایه این شاخه هرگز گل نرونده، با تیش قطع این شجر کردی نکردی، از سار و کشاه قدر قدرت گردی، این تاج با دست قدر کردی نکردی. عارف بلند نظر هستم، خواننده گروه. اجرای کارهای عارف هم یه جورایی دشواره، هم یه جورایی ساده است. سخت از این بابت که پیچیدگی‌های ملودیک و ریتمیک خاص خودش داره و آسون از این بابت که عارف یه ویژگی متمایز کننده که داشته این بوده که هم شاعر کاراش بوده، هم خواننده و هم آهنگساز. این حد از توانمندی به کاراش انقدر صداقت هنری میده که من خواننده یا یه نوازنده فقط کافیه که عارف رو یکم بشناسه، یکم فضای کارش رو بگیره و بعد دیگه همه چی ساده است، خودش رو میسپاره دست اثر. عارف ارزش پرداخته شدن داره از این بابت که آدم فراتری از زمان خودش بوده. عارف موقعی از ارزش‌های مثل وطن دوستی و حب وطن حرف میزنه که خودش میگه اگه من یه خدمت به ادبیات و موسیقی مملکتم کرده باشم اینه که موقع تصنیف‌های وطنی ساختم که اثر 10,000 شاید یک نفر میدونست وطن چیه. خلاصه از یه ارزش‌هایی صحبت میکنه که ممکنه الان خیلی بدیهی باشه ولی تو دوره خودش اونقدر ارزش‌های ساده‌ای نبود.